سلام، قبل از اینکه این ویدیو رو پلی بکنم و با هم دیگه گوش بدیم، ممنون میشم اگر نظری دارید توی کامنت ها برام بنویسید. کار یکی از کارهای خوب زبان فارسی هست، بسیار عالیه. یکی از کارهای استاد حسن شمعی‌زاده هست و تنظیم استاد ناصر چشم‌آذر. خانم گوگوش این کار رو اجرا کردن و ترانه سراش هم جناب استاد اردلان سرفراز هست. با هم دیگه بریم بشنویم کار رو، بعد تیکی تیکی من در مورد یک بخشش میخوام یه سری نکات رو بگم بهتون. یه چیزی هم قبل عرض بکنم، این کار اجرای استیجیه، اجرای استیدیویش هم بسیار بسیار اوکی و عالیه. انقدر هم اجرای استیدیویش، یعنی ساختار کار انقدر استخون داره، انقدر خوب بوده، انقدر با دانش کار شده که همون هم اومده اجرا کرد. ترانه آهنگ از سول مینور اجرا میشه. سول مینور، دو مینور، بعد فا ماژور. فا ماژور یک آکورد از نظر هارمونی، از نظر توناژ صدایی که تولید میکنه، یک آکورد سنگین، یک آکورد پرغروری هم هست واقعا. اونایی که به صورت تخصصی کار آهنگسازی رو، نه در واقع سانگ رایدر ها، نه کامپوزر ها، انجام میدن متوجه منظورم هستن که چه هارمونی سنگینی داره. و حتی اونایی که نوازندگی به صورت حرفه‌ای، یا حتی آدمایی که صرفا شنونده حرفه‌ای هستن، یا اینکه شنونده خوبین، خب حالا اینقدر نگم حرفه‌ای، شنونده خوبین، متوجه میشن این حس رو. یعنی وقتی یه نفر مینوازه نسبت به اون کار، گام کارو بسیار عالی انتخاب کردن، گام کارو بسیار عالی انتخاب کردن، چون نسبت به ترانه و صدا یک میکس فوق‌العاده عالی هست. تو تنها تکی گاهی برای خستگی ها، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفا، به چشم بریجی که انتخاب شده اینجا برای وصل بخش اول به دوم، کار الان تو اوج همش داره اجرا میشه دیگه. به چشم من دوبار داره تکرار میشه این کنترپوان، یا کنترپوان هر دوست درسته، این اتفاقی که داره پشت میفته به چشم من دلا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 ل
میکنه توی ذهن. یعنی یه بار دیگه با هم دیگه گوش بدیم. هم داره نقاشی میکنه، به چشم من تو اون کوهی. هجاها رو خیلی خوب در آوردن. حالا ادامه کار. تو همون اوج غریب قله. خب در مورد کوه و قله که داره صحبت میکنه، سکشن براس خیلی خوب اون کنترپان کوه رو دیدین، صاف نیست دیگه، یک
حالت مثلث مانند صاف نیست، یک بخش های کوچیکی داره، یک تورفتگی و بیرون زدگی هایی داره که همون کوه رو خاص میکنه و همون کوه رو بسیار بسیار جذاب میکنه. این رو آوردن توی موسیقی. جنس مه و در واقع ابر، خب میبینیم همه لذت میبرن، همه دوست دارن بارون رو، منتها ابر رو وقتی میری توش تو قله‌ای برید که حالا مه گرفته یا ابر هست، میری توش ولی نمیتونید لمسش بکنی، حسش میکنی ولی نمیتونید لمسش بکنی، نمیتونید با دست بگیریمش. و همچنان کار توی اوج داشت اجرا میشد، واقعا نیاز به یک همچین فرودی داشت از فورته، اجرا کردن تمامی سازها یک کوچولو بیاد به بخش پیانو و این اتفاق واقعا به جا افتاد. دلم میخواد بذارم سر روشونم ببارم نم نم میره بار. شروع کرد به احساس، یعنی یک در مورد تکیه گاه و کوه و بالاخره صخره است دیگه، کوه از چی تشکیل شده، اومد نرمش کرد و انقدر هم موسیقی نرم شد که تحسین برانگیزه. اکسنت هایی که اینجا استفاده کردن عجیبه. این فیل آب حس خوبی توی آدم به وجود میاره، همون جوری که ترانه سرا از گفتن این کلمات، از سرودن این ترانه، اون حس خوب رو به این نقطه که رسیده داره کاملا بیان میکنه، اون شوقش رو. و آهنگساز و تنظیم کننده هم بسیار 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 کمک کردن، یعنی همه چیز کار پرحجمیه، کار پرسازیه، ولی انقدر خوب ارنج شده، انقدر خوب آهنگسازی شده که شما لذت میبرید از گوش دادنش. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.